دیروز نمایش جمعه در سراسر کشور بازم صحنه ابراز وحشت امام جمعه های خامنه ای از فشارهای خرد کننده اقتصادی و شرایط به شدت انفجاری جامعه و التماس و درخواست از مردم گرسنه و به جان آمده که تحت تاثیر دشمنان که همون مجاهدین هستن قرار نگیرند و همچنین خوندن روزه وحدت. با این مثال تکراری که هممون در یک کشتی هستیم و اگر کشتی سوراخ بشه هممون غرق خواهیم شد. گزیده ای از اظهارات شماری از این گماشته های خامنه ای رو ببینیم. آخون علی رضا عرافی، نمایش جمعه قم. همه به میدان آمدند. ضد انقلاب در آرزوست تا 40مین سالگرد انقلاب سپری نشود. ترامپ گفت ما در انتظار تسلیم ایران در مذاکرات هستیم. دولت مردان باید بیش از گذشته در میانی میدان تدابیر حکیمانه و مواضع انقلابی را اتخاذ کنند. در غیر این صورت با سختی های مواجه می شویم. همه نوکران دشمنان بسیج شدند تا ملت ایران را از پا در بیاورند. دشمنان انقلاب و آمریکا و ترامپ آرزوهای شیطانی خود را در مورد نابودی انقلاب اسلامی و نظام به گور می برند. ما اهل منطقیم و با منطقداران گفتگو می کنیم. مسئولان و دستاندرکاران بپذیرند دشمنان برای فروپاشی اقتصادی و آشوب و اختشاش و هرج و مرج و از هم پاشیدن آرمان‌های انقلاب و سوز کردن ما وارد جنگ شدند. آخون محمدعلی نکونام، نمایش جمعه شهر کرد. امروز دشمن به شدت در تلاش است که بگوید نظام در حال فروپاشی است و با آسیب‌های کلان مواجه است و این معنا را القا می‌کند که ایران در حال شقه شقه شدن است، در حالی که دروغ محض است. آخون علی خاتمی، نمایش جمعه زنجان. همه ما در یک کشتی نشسته ایم و موشک دشمن وقتی به این کشتی بخورد همه غرق خواهیم شد. باید با هم باشیم. چرا؟ اگر دشمن مسلط شود اصولگرا و اصلاح طلب و انقلابی و غیر انقلابی نمی شناسد و باید هوشیار باشیم. آخون محمد مختاری، نمایش جمعه بیرجند. مردم انقلابی ایران از آشوبگران و منافقینی که در 8 سال دفاع مقدس در کنار صدام علیه مردم کشورشان جنگیدند بیزارند. اگر مجاهدین بخواهند دست از پا خطا کنند تابستان داغ ایران را برای آنها به جهنم تبدیل خواهیم کرد. دولت هم باید توجه کند که مبادا غفلت‌های آنها باعث صدمه دیدن نظام و انقلاب شود. مردم ایران اسلامی به برخی مسئولان غافل و برخی نفوذی‌ها که در بدنه اجرایی کشور رسوخ کردند هرگز اجازه نخواهند داد که خون شهدا را به بازی بگیرند و نظام اسلامی را بدنام کنند. آخون ابوالحسن مهدوی، نمایش جمعه اصفهان. دشمن به دنبال همین است که احساس کند یک اختلافی را در ایران ایجاد کرده است و یک سری آشوبگر با شعارهای ساختارشکنانه حق صحیح آن سنف را به سمت دیگری می کشند. بازاریان و کسبه تا حدودی با این وضعیت آشنایی دارند و در حال حاضر ضمن اینکه دولت مردان باید به مطالبات به حق مردم توجه کنند باید در نظر بگیریم که صفوف منسجم به هم نخورد. ما آرامش جامعه را می خواهیم. آخون لطف‌الله دشکام، نمایش جمعه شیراز. در فضای فعلی کشور و جهان باید رفتارهای مناسب را از خودمان نشان دهیم. اگر این موضوع محقق شود می توانیم این شرایط دشوار را پشت سر بگذاریم، زیرا از این سخت در را هم گذرانده ایم. آخون آل هاشم، نمایش جمعه تبریز. مردم کشورمان باید هوشیار باشند و تحت تاثیر القاهای روانی دشمن قرار نگیرند، چرا که ما شرایط به مراتب سخت تر از امروز را در دوران دفاع مقدس تجربه کرده ایم. مردم ایران با آگاهی و بصیرت و تبعیت از رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای توطئه دشمنان کشور را این بار هم خونسا خواهند کرد. مسئولان باید برای حل مشکلات مردم تلاش کنند. جای تعجب دارد با وجود آنکه از ماه‌های قبل موضوع خروج آمریکا از برجام مطرح شده بود و با وجود تدابیر و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در رابطه با معیشت مردم مسئولان تمهیدات لازم را به موقع پیش بینی نکردند. آخون دوری نجف آبادی، نمایش جمعه عراک. هیچ کدام از ما نباید مایوس شویم، چرا که یأس از گناهان کبیره است. ما از عربده کشی ها نمی ترسیم. ملت ما باید هوشیار، بیدار و آگاه باشد و همه با هم در برابر توطئه ها و دسیسه ها
منسجم و متحد باشیم.